کابل نیوز ګران لیدونکو سلام. زمونږ د دې ونی تحلیل په ماسکو کې د شپږخیزه چوش پګرخیزه غونډه او په خوا درې خیزه غونډه وی او وس د هند او ایران او په دغه غونډه کې افغانستان ورسره ملګری شو. په دې اړه دا غونډه مخکې کومه غونډه چې وی او وسنه غونډه د محور افغانستان دی. په افغانستان کې د افغانستان امنیت د وصول خبره ده. مسکو کې تیره غونډه وشله، دې تصمیم ونیو چې دا غونډه لا پراخه شي. نو زمونږ بحث په همدې اړه دی چې د اغیزې به څه وي، نتایج به څه وي مونږ ته، او په دې بحث کې زمونږ مېلمه دی ښاغلی سید مهدي منادی د پوهنتون استاد. خو مخکې دینه چې بحث لاړ شو، یو مختصر گزارش کوو. په مسکو کې د افغانستان په تړاو د سیمې هیوادونو ترمنځ شپږخیزه ناسته ترسره شوه. د افغانستان د ثبات او په سیمه کې د ترهګرو ډلو د فعالیتونو پر وړاندې د همغږۍ رامنځته کولو په هدف دغه ناسته دا ځل د افغان حکومت ترڅنګ د ایران او هند استازي هم غوښتل شوي وو. په افغانستان کې د نویو ترهګرو ډلو د فعالیتونو له امله د چین او روسیې اندېښنو او د سیمه ییز اجماع لپاره د افغان حکومت د هڅو له ناکامېدو وروسته دغه هیوادونه اړ شوي چې د شته ګواښونو په تړاو په خپلو کې همغږي رامنځته کړي. په مسکو کې د افغانستان په تړاو پر لمړنۍ ناسته د افغان حکومت له اعتراض وروسته دا ځل دغه غونډې ته د چین او پاکستان سربیره د افغانستان، هند او ایران استازي هم اوربلل شوي وو. په دې شپږخیزه ناسته کې د افغانستان دروان کړکیچ او د سیمې هیوادونو ته د ورپېښو ګواښونو په تړاو بحث کیږي. د افغانستان پر روان وضعیت او له طالبانو سره د سولې په تړاو د مسکو په دغه غونډه کې د شپږو هیوادونو استازو پریکړه وکړه چې په نورو ورته غونډو کې د منځنۍ اسیا هیوادونو استازي هم برخه واخلي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز چارواکي وایي چې د سیمه ییز اجماع د افغانستان د ستونزو د هواري لپاره زموږ د بهرنیو تګلارې یو اساسي برخه ده، او د همدې لپاره په راتلونکي ورته غونډو کې د منځنۍ اسیا هیوادونو د استازو د ګډون هرکلی کوو. د شننکو باور په افغان سوله کې د سیمې هیوادونو ښکېلتیا مهمه ده، خو امریکا چې د سیمې په سوله او جګړه کې مهم رول لري په دغسې ناستو کې حضور مهم دی. پر روسیې د امریکا نیوکې دي چې له طالبانو سره یې اړیکې ټینګې کړې، خو مسکو په افغانستان کې د امریکا له حضور او د داعش په څیر نوي ډلو له رامنځته کېدو نه اندېښنه لري. کارپوان وایي د مسکو وروستي تحرکات د افغان ډیپلوماسۍ د ناکامۍ نتیجه ده، ځکه افغان حکومت روسیې او نور هیوادونو ته د داعش او نشه یي توکو د قاچاق په تړاو قناعت ورنکړی شو. په مسکو کې د افغانستان په تړاو دغه شپږ اړخیزه ناسته داسې مهال ترسره کیږي چې له دې وړاندې په کابل او اسلام آباد کې د افغان سولې په هدف درې څلور اړخیزه ناستې بې نتیجې پای ته رسیدلې دي. جلال مرادی صاحب، بسیار زیات تشکر، لطف کردین تشریف آوردین. مرادی صاحب، کنفرانس سه جانبه قبلا سه جانبه بود بین چین و روسیه و پاکستان، و حالا شش جانبه شد. افغانستان و هند و ایران هم شرکت داشتن. هدف عمده مسئله صلح و امنیت در افغانستان و نگرانی که از داعش در این منطقه وجود داره. روس ها که ابراز نگرانی میکنن از وجود و تقویه داعش است. چگونه ارزیابی میکنین تشکیل چنین یک کنفرانس و یا گردهمایی را؟ چگونه ارزیابی میکنیم؟ با نام و یاد خدای مهربان، با سلام خدمت شما و بینندگان عزیز. برداشت من است که برگزاری چنین نشستی با محوریت روسیه چند انگیزه و در واقع هدف را دنبال میکنه که این انگیزه ها و اهداف از طرف اعضای این نشست به صورت متفاوت تقریبا در نظر گرفته میشه. روس ها تلاش داره که در مقابله با تهدید داعش در منطقه یک اجماع منطقی را ایجاد بکنه که در واقع این بود منطقی قضیه وجود داره. و در سوی دیگه روس ها در منطقه بر اساس او جایگاه و او اهمیتی که داره تلاش داره که پرستیج و او اهمیت منطقی خود را برای امریکا هم در سوی دیگه در اینجا تبیین کنه و روشن بکنه. و در سوی دیگه شما کشورهای منطقه از قبیل پاکستان، چین و ایران را میبینید که اونها هم نگران چند پهلو بودن سیاست ترامپ در منطقه است و تلاش میکنه که در یک اجماع منطقه‌ای تا حدی
او ابهام ها و او تردید هایی که در سیاست خارجی ترامپ وجود داره او رو تقریبا تلطیف بکنه و در واقع در جمع منطقه اینها دخیل شن. و در سوی دیگر شما هند و افغانستان رو ببینید که اینها تقریبا سیاست های نسبتا مشترکی در اینجا دنبال میکنه و افغان ها در این نشست با تردید هایی هم روبروست. یکی از تردید هایی است که خب امریکا در این نشست نیست، نبود حضور امریکا به عنوان همپیمان استراتژیک افغانستان مانع از حضور پررنگ افغانستان در این نشست هم شده و در این حال هندی ها هم عملا نگران این قضیه است. و اگر در یک جنبندی عموم یا کلان به این قضیه ما ببینیم، این اجماع یک اجماع تقریبا پر از یعنی پارادوکس و به عبارت دیگه چند انگاره با تقریبا یک تهدید مشترک است. یعنی اینکه کشورهای منطقه همه از تهدید تروریسم، داعش و یعنی جریان‌های تندرو نگران هستند، اما نوع نگاه جریان‌ها و کشورها به این قضیه کمی متفاوت هست و این تفاوت نگرش همواره در چگونگی رفتار مشترک در واقع باعث یعنی مشکل میشه. همه اونها میگن که بیایم همکاری کنیم، اما وقتی که میگن چگونه همکاری کنیم، در اینجا همواره سالها گسترش پیدا میکنه، کشورها نمیتونن در اینجا سر یک برنامه مشترک به تفاهم برسن. درست، لیکن نگرانی مشترک وجود داره. بله، نگرانی مشترک چیز آیا بحث عمومی که به نام تروریسم وجود داره و یا مشخصا داعش؟ متاسفانه یک مجموعه امنیتی یا یک در واقع گفتمان امنیتی تازه در منطقه ظهور کرده. شما اگر به گذشته ها برگردین، در گذشته ها امپراتورها بودن که با هم دیگه به منازعه و جنگ می‌پرداختن، بعد دولت ها شروع کردن به جنگ و دو جنگ جهانی رو در واقع آغاز کردن، ایجاد کردن، و حالا یک گفتمان تازه تحت عنوان جریان های فرومیلی غیر دولتی ظهور کرده و این گروه های فرومیلی غیر دولتی همواره به عنوان یک بازیگر تازه در عرصه امنیت ظهور کرده و این عامل باعث شده که کشورها نوع نگاهشان به جریان ها و گروه های تروریستی فرومیلی متفاوت باشه و متاسفانه این جریانی که عملا در مسکو برگزار شده، این در واقع جریان ضد داعشی است که عملا ضد داعشی است. و در سوی دیگه خب ما یک جریان ضد طالبانی یا تقریبا یعنی به صورت عموم ضد تروریسم در اینجا داریم که این دو نگاه متفاوت را ایجاد میکنه. در صورتی که این دو نگاه متفاوت در برابر همدیگه قرار بگیرد، قطعا در اینجا یک نوع تعارض شکل میگیره. پس تفاوت چی است؟ یعنی نگاهی که ضد طالبانی و ضد القاعده و تعریف که از تروریسم تا حال داشتیم و حال یعنی یک ائتلاف موجود داشت بر رهبری امریکا بر ضد تروریسم، کشورهای منطقه روسیه چین همه همکار بودن به نحوی و یا حداقل مخالف نبودن با این مبارزه، لیکن زمانی که بحث داعش به وجود میاد این کشورها مجبور میشن و یا امیزارات احساس میکنن که یک بحث جداگانه، نشست های جداگانه به وجود بیاید که امین نشست های سیگانه و شجگانه را شکل داد. چرا؟ یعنی در چوکات مبارزه با تروریسم مبارزه با داعش صورت نمیگیره؟ نگرانی اصلی چیست؟ متاسفانه کشورهای منطقه به باور رسیدن که جریان‌های تندرو در خاک افغانستان و دفع جریان‌ها همه شاید به یک بارگی امکان پذیر نباشه و در به یک عبارت دیگر نوعی تردید در میان کشورها گسترش یافته که این جریان‌های تندرو ممکنه بخش از اونها به خاک اونها انتقال پیدا بکنه و در واقع تهدید تروریسم را متوجه اونها بسازه. و ما تقریبا دو جریان تندرو و رادیکال در فضای افغانستان داریم، یک جریانی که در خاک افغانستان فعالیت میکنه به نام طالبان و اهداف فراملی نداره و یک جریانی که در واقع اهداف فراملی در اهداف اونها وجود در جریان‌های وجود داره. جریان‌هایی که اهداف فراملی داره از قبیل مثلا تی تی پی، داعش یا مثلا تحریک اسلامی ازبکستان یا جریان اویغوری که از چین وجود داره، در واقع اینها یک جریان است که به همدیگه پیوسته شده و این جریان فراملی است. ببخشن
چقدر واقعی است که ما میگیم طالبا اهداف فراملی ندارن یا اهداف فراتر از افغانستان ندارن؟ در چوکات امی طالبا، در بستر امی طالبا، تمام جریانای دیگه که شما نام بردین یک جا بودن، یک جا مبارزه کردن، یک جا زندگی میکنن و سمپاتی دارن و حمایت میکنن یکی دیگه خودن. زمانی که داعش نبود، از تی تی پی گرفته تا به نهضت‌های افراطی ازبکستان و تاجیکستان، همگی در چوکات طالبان یک جای بودن. پس تفاوتی اصلی، یعنی تفاوتی فکری و ایدئولوژیک واقعی وجود داره بین طالبا، چیزی که مجموعی به نام طالباست، و یا داعش؟ متاسفانه این تفکیک تا حدی اینی برهم خورده و تغییر کرده. در گذشته من با شما موافق هستم که طالبان جریانی بود که در همسویی با جریان فراملی القاعده در واقع تلاش میکرد، ولی در شرط فعلی کشورهای منطقه از طریق وعده و ایدها و از طریق برخی از حمایت هایی که در واقع برای طالبان کرده به طالبان فهمانده که یا طالبان اونها را قانع کرده که ما اهداف فرامنطقی نداریم. شما وقتی که زمان آقای منصور، وقتی که اینا رهبر طالبان بود، در بحث‌های متعدد در واقع تلاش میکرد که جریان روسیه و ایران را اینها را قانع بسازه که ما علیه شما کاری نداریم، صرفا اهداف ما ملیست، و به صورت عرفی یک نوع اقدامات ملی محورانه برای طالبان تعریف شده، اگرچه قطعا تفکیکی از لحاظ ایدئولوژی در اینجا ممکن است. هدف بیشتر ماهیت ایدئولوژی که طالبان است تا چه حد اجازه برشان میده. یعنی اگه مطرح کنیم که فردا طالبا اجازه خواهد داد که عملیات بزدی تی تی پی و نوزدهای ازبکستان و تاجکستان، گروه های افراطی آسیای میانه صورت بگیره، ماهیت ایدئولوژیک که از یا بر از یا اجازه خواهد داد؟ قطعا نمیتونه. ولی خب روی کرده ابزار محورانه طالبان به قضایا و در واقع به عبارت دیگه این جریان های ایدئولوژیک، وقتی که شما به فرایند رادیکال شدن این جریان ها وقتی که میبینین، چند عامل موجب رادیکال شدن اینها میشه. یک عامل است که این جریان ایدئولوژیک که در عقبه اینها وجود داره، و در سوی دیگه او حمایت های سیاسی که در گذشته در واقع باعث رشد این جریان شده، او هم تاثیرگذار است. و برداشتم نیست که این جریان های تندرویی که در خاک افغانستان وجود داره 100% متاثر از یک ایدئولوژی یعنی محض نیست، بلکه اهداف مالی، اهداف سیاسی هم در اینها وجود داره، و اهداف سیاسی در برخی از موارد باعث میشه که اینها رفتارهای غیر ایدئولوژیک هم انجام بده. شما ایره شاهد هستین در اقدامات مختلف طالبان و جریان های تندرو. پس بنابراین ما نمیتونیم به صورت کامل بگیم ایدئولوژی عامل 100% حرکت جریان های تندرو است. عوامل دیگه هم وجود داره که یعنی میتونیم تشکر کنیم که عوامل سیاسی سبب شده که طالبا فقط با جغرافی افغانستان خودم اهداف خدا بنظر و امی عامل سبب شده که روزها رابطه ایجاد کنن بزید داعش با طالب. دقیقا نمردشون نیست که متاسفانه جریان های فرومیلی رادیکال اینها با عنوان یک بازیگر امنیتی در منطقه و یا فرامنطقه شناخته شدن، و کشورهای منطقه و فرامنطقه با هویت بخشی با اونها ایره به رسمیت شناختن. وقتی که اینها به رسمیت شناخته میشه، اینها به این نتیجه میرسن، میگن یکی از راههایی که ما میتونیم از تهدید برخی از جریان ها دور شویم، استفاده از برخی از گروه ها علیه گروه های دیگر است. این یک گفتمان تازه امنیتی در این منطقه است. شاید در گذشته ها ادبیات امنیت این گونه نبود، اما در شرط فعلی متاسفانه چرا امریکا نیست داخل این بحث؟ آیا شک و تردیدهایی که وجود داره و بعضا مثلا منابع روسی واضح اظهار میدارن که برخی از علاقات در داخل حکومت افغانستان و امریکا در عقب بازی به نام داعش وجود داره، دلیل ایست که امریکا حضور نداره در این بحث؟ من برداشتم ایست که یک نوع همسویی میان
استراتژی امریکا و جریان داعش وجود داره، اما شاید من اطلاعاتی در اینجا در دست ندارم که عملا امریکا اینها را حمایت میکنه یا نمیکنه، ولی یک همسوی ممکن است، همسوی استراتژیک وجود داره. و خاطر اینکه اگر شما به استراتژی های امریکا در مدیریت قدرت های منطقه آسیا شما ببینید، دو استراتژی کلان امریکا در این منطقه داره. استراتژی اول است که کشورهای بزرگ مانند چین و روسیه را توسط کشورهای همسایشان مدیریت بکنیم، مثلا یا دریای جنوبی چین، اوکراین، فیلیپین یا تایوان، این در واقع کشورهای همسایش است که در واقع تلاش میکنن مدیریت کنن، یا در سوی دیگه تلاش میکنن که روسیه توسط چین، چین توسط روسیه، در واقع در استراتژی گذشته آمریکا این همراه همواره این اصل وجود داشته که این دو کشور هیچگاه نمیتونن در عین زمان دشمن در واقع آمریکا باشه، یکی از اینها باید دوست آمریکا باشه، یا در واقع استراتژی مستطیلی که در اینجا وجود داره، امریکا چهار کشور محوری در این منطقه در نظر داره که کشورهای بزرگ مدیریت بکنه: اسرائیل، ترکیه، افغانستان، هند. این چهار کشور محوری است که امریکا تلاش میکنه با داشتن مدیریت و اعمال نفوذ در میان این چهار کشور عملا نوعی مدیریت اینها را داشته باشه. این در واقع استراتژی قبلی بود. استراتژی جدید امریکا در این منطقه است که در کنار دولت‌ها سه بازیگر مهم، تروریست ها، افرادگره ها و آزادی خواه ها، اینها جریان های فرومیلیست در این منطقه، و متاسفانه ما در این منطقه این سه بازیگر را به صورت بسیار بنیادی در لایه های اجتماعی و فرهنگی داریم. شما میبینید امریکا تنها 1% از جمعیتش مسلمان است، اما وقتی که شما به روسیه میرین، بعد از مسیحیت اسلام بزرگترین جریان اجتماعی و فرهنگی در روسیه است، چین هم همچنین، و در واقع این کشورها عملا یک ظرفیت یعنی جدای طلبی و افرادگریشان وجود داره، و امریکایی های تصور وجود داره و این استراتژی از طرف برژنسکی هم طرح شده که امریکا توسط این جریان ها میتونه این بازیگران بزرگ مثل چین و روسیه را مدیریت بکنه. در واقع وقتی که چنین طرحی از طرف برژنسکی مطرح میشه، عملا در امتداد استراتژی داعش در امتداد استراتژی امریکا قرار میگیره، توسط برای بی‌ثبات ساختن آسیای مرکزی. وقتی که آسیای مرکزی بی‌ثبات میشه، قطعا یک بخش عظیمی از این بی‌ثباتی انتقال پیدا میکنه به جریان های اسلامگرا در چچن و در دیگر ایالت های خود مختار روسیه. درست. یعنی همسویی استراتژیک داعش و امریکا به هر دلیلی که باشه و حضور امریکا در افغانستان یک تهدید واقعی است به کشورهای روسیه و چین و دیگه کشورها. از یک سو یک نکته بسیار حساس و مهمی که وجود داره، حالا یک فرایند هرج و مرج و آنارشی در این منطقه گسترش پیدا کرده، و اگر امریکا در اینجا وجود نداشته باشه برای دفع تروریسم، قطعا این یک تهدیدی برای روسیه هم خواهد بود. من برداشتم نیست که امریکا اگر حضور داشته باشه باز هم تهدید میتونه باشه. پس ما برداشتم نیست که اگر حضور نداشته باشه تهدیدی جدی‌تر است، اگر حضور داشته باشه تهدید هست اما نه تهدید جدی. ما برداشتم نیست که امریکا یک بازیگر بد هست در منطقه، اگر نباشه وضعیت بدتر خواهد شد. پس بنابراین وضعیت به کی بدتر خواهد شد؟ بر افغانستان یا به کشورهای منطقه روسیه و چین؟ چون اگر خب آل جریانی که آلی به وجود آمده و نزدیکی طالبا با روسیه، آیا سبب نخواهد شد که عدم حضور امریکا را تا یک حدی با نزدیکی با طالبا خطری که بر از اون متوجه شده کمتر بسازم؟ من برداشتم نیست که نبود امریکا تهدید برای تمام کشورهای منطقه خواهد بود. شما یک مثال من خدمت شما عرض کنیم، وقتی که شما به خاورمیانه برین، اگر امریکا در خلیج فارس نباشه، اولین روخی که مشکلی که در اینجا روخ میده، اسرائیل و ایران منازعه خواهد کرد، عربستان و ایران منازعه خواهد کرد، مصر و لیبیا خواهد رفت، و اگر شما مثلا کشورهای جنوب شرق در ژاپن و کره جنوبی نباشد، تصور بکنید کره شمالی جنگ علیه کره شمالی را جنوبی را آغاز خواهد کرد، یا اگر در ژاپن شما نزدیک به 50,000 نیروی آمریکایی را شما در ژاپن ببینید و مردم ژاپن بسیار خوشحالن، 70% مردم ژاپن از حضور آمریکایی‌ها ابراز خرسندی می‌کنند. نبود آمریکا در افغانستان باعث میشه که این جریان های تندرو تأثیرش به مراتب فراتر بره، به خاطری که این جریان های تندرو ما در یک آیا رای سموم قطعا وجود نداره که ما باید
به هر ترتیب در حضور امریکا و عدم حضور امریکا فقط خطر افراطیت و گروه های افراطی را سر، یعنی رای سوم وجود نداره. سر از این پسان بس میکنیم که رای سوم وجود داره و یا نه، و این کنفرانس های شش جانبه و ائتلاف جدیدی که اگر برش بکنیم که ائتلاف جدیدی در حال وجود آمدن است، زمینه را برای یک امکان یا رای سوم مساعد خواهد ساخت؟ یعنی یه ولنده داره.